نکه ویل یوم اذن للمکذبین. فرمود بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. مقدمه بحث جهاد را خدای سبحان مسئله استعانت به صبر و صلات معرفی کرد و آگاهی اینکه شهادت حیات است نه ممات، و اونها که پنداشتن کسی که در جنگ رحلت می کند از بین می رود، اونها کفار و منافقین بودند، و اونها که احیانا می پنداشتن مقتولین فی سبیل الله محرومند، افراد ضعیف الایمانند. و این دو شبهه را خدای سبحان در طی این آیات حل کرد. فرمود نه شهادت زوال و نابودی است نه ناکامی. اگر کسی شهید شد زنده است اولا و کامیاب است ثانیا، و اینها که از شهادت محروم می شوند یا برای آن است که شهادت فی سبیل الله را زوال و نابودی می پندارند یا ناکامی. این دو مطلب را در سوره بقره و در سوره آل عمران خدای سبحان حل کرد. فرمود اصل حیات برای شهید ضروری است و کامیابی هم برای شهدا ضروری است. لذا فرمود نه بگویید اونها نابود می شوند، نه بپندارید که اونها محروم می شوند. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. شما نگویید اینها می میرند، با اینکه خود خدای سبحان درباره عده‌ای که در راه خدا حرکت کردند و هجرت کردند تعبیر به موت کرد. فرمود به این که اونها که مهاجر فی سبیل الله هستند و به قصد جهاد حرکت کردند، حالا یا مردن یا کشته شدن، در هر دو حال از رزق حسن برخوردارند. خود خدای سبحان تعبیر به موت کرده است. موت گاهی در برابر قتل است، گاهی در برابر حیات. خدای سبحان که فرمود اینها یا میمیرن یا کشته میشوند، موت به معنای زوال و نابودی نیست، موت در برابر قتل است. نظیر اون چه که در باره رسول اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود اف امات او قتل انقلبتم، ولی دیگران موت را در برابر حیات می دانند. میت یعنی غیر زنده، ولی خدا که می فرماید ماتو او قتلو، موت را در مقابل قتل قرار داد، یعنی اینا نحوه انتقالن. انسان که وارد نشعه برزخ می شود و حیات جدید می گیرد، از دنیا که رخت بر می بندد یا بالموت رخت بر می بندد یا بالقتل، نحوه انتقال یا مرگ است یا کشته شدن. وگرنه کسی که در راه خدا قیام کرد بین موت او یا قتل او فرقی نیست. و اما دیگران که بر شهدا اموات اطلاق می کردن، اموات را در برابر احیا می دانستن. لذا خدای سبحان فرمود شما نگویید اینها مردن بلکه زندن، ولیکن شما متوجه نمی شوید. این که فرمود شما متوجه نمی شوید نه یعنی قابل توجه نیست، یعنی اکثری نمیدانی. نظیر اون چه که در باره تسبیح موجودات فرمود ام من شین الا یسبهو به حمدهی ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. این لا تفقهونه یعنی نه به این معنا که فقه شما و فهم شما محال باشد. اکثری شما نمیدانید که موجودات تسبیح میکنن. در بین شما انسانهای اوحدی هستند که نه تنها میدانن بلکه صدای تسبیح موجودات را میشنون. پس این که فرمود لاکن لا تفقهون تسبیح هم، نه یعنی نیل شما به تسبیح اینها محال است. اکثری شما توجه نمی شوید، وگرنه اولیا تسبیح موجودات را می شنوند. در باره شهدا هم به شرح ایزن. این که فرمود لاکن لا تشعرون، نه یعنی فهمیدن شما حیات اینها را محال باشد. اکثری نمی دانید، وگرنه اوحدی از شما شاهد حیات اینها هستند. اینها را زنده می دانند. و چون مرگ گاهی به معنای نسیان منسی یا بودن و از خاطره ها محو شدن است و گاهی هم به معنای انتقال، خدای سبحان می فرماید به این که دربار شهدا تعبیر به اموات نکنید. دیگران که می میرن از خاطره ها محو می شوند، اثر دنیایی اینها زائل می شود و در برزخ برای خود یه اثری دارند، ولی شهدا این چنین نیستند. اگر حیات حیات برتر است،
حیاتی سایه افکن، هم دنیا را زیر پوشش میگیرد، هم برزخ را، هم به گذشتگان نور میدهد، هم به بازموندگان صفا میدهد. شهید هر جا قدم بنهد نورانی است. همونطوری که شهید وقتی در یه جامعه رخت بربندد بازموندگان را نورانی میکند، وقتی وارد نشئه برزخ می شود اونها را هم روشن می کند. برای برزخی هم یه فیض جدیدی است که یک انسان بزرگوار مهمان اونها شده. اگر یک انسان وارسته ای را به یک قبرستان منتقل کنن، اهل اون قبرستان تا یه مدتی متنعمن. برکتی که نصیب اون انسان وارسته می شود شعاعش وسیع است. شهید هم وقتی وارد نشئه برزخ می شود برای برزخیان هم یه فیض جدید است. اون مصداق جعلنی مبارکن اینما کنتوس، در دنیا برکت دارد، در آخرت هم برکت دارد. اینه که شهید برای همیشه زنده است، برخلاف غیر شهید اثری ندارد. بس موت گاهی به معنای زوال اثر است. لذا قرآن کریم کفار را، منافقین را و امثال ذالک را مرده می داند و مؤمنین را زنده می داند. بعد می فهمد زنده و مرده با هم مساوی نیستند. و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، این را در سوره مبارکه فاطر بیان کرده است. فرمود زنده و مرده یکسان نیستند. آیه 22 سوره فاطر این است که و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. یعنی کفار و منافقین مردن و مؤمنین زندن، زنده و مرده یکسان نیستند. اینا که هستند بی اثرند. پس گاهی موت معنی زوال اثر است، نظیر اون چه که خود مریم سلام الله علیها فرمود در سوره مریم آیه 23 این است که فاجاها المخاض الی جزء النخله قالت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا. انسان وقتی با مرگ طبیعی میمیرد از خاطره ها محو میشود، دیگر در جامعه مطرح نیست، اثری ندارد. موت معنای زوال اثر است، نه زوال هستی. وگرنه در همین سوره مبارکه مریم چند آیه قبل درباره یحیی سلام الله علیه دارد که و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا. مشابه این درباره عیسی سلام الله علیه است که سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. خدای سبحان بر یحیی سلام میفرستد، میفهمد اون روزی که اون میمیرد سالم است، نه تنها زنده است بلکه سالم است. اون روزی که به دنیا آمده سالم بود، اون روزی هم که مرد سالم بود، اون روزی هم که سر از قبر برمی‌دارد سالم است. سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا. مرگ با سلامت ظاهری که سازگار نیست. انسان که می‌میرد بالاخره مریض می‌شود، این دستگاه بدنش فرسوده می‌شود و می‌میرد. و خدای سبحان می‌فرماید یحیی سلام الله علیه اون وقتی که مرد سالم بود و سلامت وصف موجود زنده است. اگر کسی زنده نباشد که سالم نیست. اگر زنده باشد به دو قسم تقسیم می شود، یا سالم است یا مریض. مرض و سلامت عدم و ملکن که مقسمشون موجود زنده است. مرده نه سالم است نه مریض، مثل مرده نه عالم است نه جاهل. زنده است که یا عالم است یا جاهل. مقسم جهل و علم انسان زنده است، مقسم سلامت و مرض انسان زنده است. زنده یا سالم است یا مریض، وگرنه انسان مردن سالم است نه مریض. و قرآن کریم مرده را در مقابل سالم و مریض ذکر می کند. وقتی دستورات الهی را مطرح می کند می فهمد به این که این امتحانهای الهی سه گروه را زیر پوشش می گیرد. بعضی ها مردن، بعضی مریضن، بعضی سالم. مؤمن متقی را زنده و سالم می داند، مؤمن ضعیف و ایمان را زنده و بیمار می داند، کافر و منافق را مرده می داند. چینا در مقابل هم قرار می دهد. وقتی درباره یحیی می فرماید اون روزی که مرد سالم بود، یا درباره عیسی سلام الله علیه می فرماید اون روزی که می میرد سالم است، یعنی یقینا زنده است و یقینا از آفات روحی منزه و مبراست. پس مرگ در فرهنگ قرآن به معنی زوال و نابودی نیست. چون در بین مردم مرده بی اثر است، لذا مریم سلام الله علیها فرمود یا لیتنی مت قبل عذاب و کنت نسیا منسیا.
یا خدای سبحان درباره کفار و منافقین میفرماد اینا امواتن، مؤمنین زندن و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. پس این که فرمود شما درباره شهدا نگویید مرده ان، اگر خطاب نسبت به کفار و منافقین باشد یعنی نپندارید که اینا نابود شدن، و اگر خطاب نسبت به مؤمنین ضعیف و ایمان باشد چه اینکه اکثری این طورن، فرمود نپندارید که شهید بی اثر است، این زنده است، یعنی منشأ اثر است، هم اثر برزخی دارد، یک مهمان محترمی برای برزخیان خواهد بود، روح و ریحانی نصیب اونها می شود، و هم برای زنده ها اثر دارد که اینها اگر خوابیدن بیدارشون می کند و اگر بیدارن که بیدارترشون می کند. پس شهید مثل اعلایی است برای جعلنی مبارکن اینما کنتو، اگر خدا بفرماید او زنده است یعنی اثر دارد و بشارت می دهد و منشأ اثرم هست، هم برای دنیا هم برای برزخ. این چنین نیست که فقط جامعه اهل دنیا را شهید فیض برساند، بلکه به برزخیان هم روح و ریحان می رساند. و اصولا وقتی یک مؤمن رحلت می کند برزخی ها خوشحال می شوند که یک مهمان خوبی برای اونها آمده، و اگر یه انسان ضعیفی رحلت بکند اونها می گویند فعلا چیزی از او سوال نکنید، دعوه، بگذارید این جریان انتقال مرگ که از دنیا به برزخ آمده از او گرفته بشود، یه قدری به حال بیاد، کم کم ما از او سوال بکنیم. اون وقت سوال می کنند فلون شخص چطور است، فلون شخص چطور است. این شخص تازه وارد هم گزارش میداد که میگوید فلان شخص قبل از من مرد و فلان شخص زنده است. وقتی که بگوید فلان شخص قبل از من مرد، این برزخیا میفهمن اون بیچاره اهل نفاق بود و صعود کرد و در بین راه موند، میگوین هوا هوا، یعنی او اگر آدم سالمی بود بود پیش ما می آوردن، از اینکه پیش ما نیاوردن معلوم شد در بین راه افتاده، هوا هوا، یعنی سقط سقط. و اگر گزارش بدهد که فلون شخص سالم است و در دنیا زنده است، برای او مثلا طلب مغفرت میکنن، طلب خیر و رجا دارن که بلکه انشاءالله به سلامت برسد. غرض آن است یک انسان مؤمن وقتی به برزخ میرسد برای اونو هم منشأ اثر است، فضلا از اینکه شهید باشد. پس قرآن کریم شهید را موجودی میداند که مسئول از زوال است اولا، و یک موجود سالم و منشأ اثر میداند ثانیا، و این اثر مخصوص به بازموندگان و اهل دنیا نیست، بلکه برای برزخیان هم یه فیض جدید است ثالثاً. اصلا یوم موت یعنی یوم انتقال، این سه مقطع اساسی است، وگرنه اون وقتی که یحیی سلام الله علیه به مبارزه برخاست و در راه هدف الهی سر داد، خدای سبحان باید بفرماید اون وقتی که مبارزه کرد سلام بر او، ولی میفرماید اون وقتی که میمیرد، یعنی اون نشعه انتقال. اصولا انسان سن مقطع دارد، مقطعی که به دنیا می آید، مقطعی که وارد برزخ می شود، مقطعی هم که از برزخ وارد قیامت می شود، و در بین این مسافرت های طولانی این سه مقطع خیلی اساس است، وگرنه انسان لحظه نمی آرمد، از اون صفر شروع کرده تا لقاء الله که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، هیچ لحظه از بین نمی رود و بین متحرک به هدف عدم متخلل نیست که انسان وسط نابود بشود. این سر را همچنان ادامه میدهد، ولی در بین این سر سه مقطع خیلی مهم است. مقطعی است که انسان وارد دنیا میشود عالم جدید است، مقطعی که وارد برزخ میشود یک نشأه تازه است، مقطعی که وارد قیامت کبرا میشود نشأه تازه است. لذا امام رضا سلام الله علیه فرمود در بین این مراحل سفر سه مقطع و سه موتن خیلی حساس است، که خدای سبحان این سه موتن را نسبت به عیسی و یحیی سلام الله علیهما تأمین کرده است، وگرنه اون روز مبارزه و شهادت یحیی را قرآن مطرح نمی کند. با اینکه یحیی شهید شد، با اینکه یحیی شهید شد، خدای سبحان درباره یحیی شهید تعبیر میکند و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت، یعنی یوم ینتقل من الدنیا الی البرزخ. درباره عیسی سلام الله علیه همچنین است. بنابراین این که فرمود شما درباره شهدا نپندارید یا نگویید که اینها مردهان، هم دفع توهم زوال را و هم دفع توهم بی اثری را کرده است. و اصولا
اونها که اولیای الهیان، مرگ برای اینها یک نشاط جدیدی است. لذا نشانه ولایت را قرآن کریم مشخص کرد، فرمود اگر جز اولیای الهی و تحت ولایت اللهی، خب تقاضای مرگ کنی، هر مولا علیه علاقمند است ولی خود را ببیند. اصولا مرگ برای مؤمن نشاط جدید است، و اگر شما واقعا جز اولیای الهی هستید، خب تقاضای مرگ کنید. یه مقدار بحثش در آیه 94 همین سوره مبارکه بقره گذشت، یکی هم در همون سوره جمعه است. در آیه 94 سوره مبارکه بقره بحثش این بود که قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. شما اگر واقعا جز اولیای الهی هستید، خب تقاضای مرگ کنید، یعنی وقتی انسان میمیرد به مولایش مرتبط میشود و بهره جدید میمیرد. در سوره مبارکه جمعه هم فرمود ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. پس شهید به این معنا زنده است که هم دارای حیات است و هم حیاتش ثمر بخش. این از خود این آیه کریمه استفاده می شود. اما ثمر حیات شهید چیست؟ اون رو در سوره مبارکه آل عمران بیان کرد که مقداری از اون آیات بحثش گذشت. در آیه 169 سوره آل عمران فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون یستبشرون بنعمه من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. فرمود درباره شهید یک حکم نفسی دارد و یک حکم نسبی، هم مسئله نفسی او تأمین است هم مسئله نسبی. مسئله نفسی او این که فی نفسه زنده است، عند الله است، حیاتش عند الله است، رزقش هم عند الله. اگر رزقش عند الله است دیگر زوال پذیر نیست، چون ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. اگر شهید خودش عند الله است و روزیش هم عند الله است و عند الله ارتزاق میکند، پس جاودانه متنعم است. این حکم نفسی شهید. اما حکم نسبی شهید که شهید نسبت به دیگران چه اثری دارد؟ فهمت پیام دارد. پیام شهید این نیست که ما تو روزنامه یا رسانه های گروهی مطرح کنیم، که یه پیام تکوینی دارد. این که خروشی در دلهای ادراه ایجاد میکند، این پیام شهید است. این شوق، اون گرایش، این تپش دل یه امر وجودی است، نه امر عدمی. این یک. هیچ امر وجودی بدون عامل یافت نمی شود. این دو. و چون این خروش و جهش یه امر خیر است، نفسانی یا شیطانی نیست. این سه. این عشق و این اشتیاقی که در دلهای عده‌ای پیدا می شود، همون استبشار شهداست که ویستبشرون بالذین لم یلحقوا به. این که بشارت می دهن، پیام می دهن، پیام شهید، یعنی همین وصیت نامه که در روزنامه ها نوشته می شود. این است، این که به همه می رسد. این نظیر پیام رادیویی های ماست که ما پیام میدیم، این پیامی که به همه میرسد، چه اونا که معتقد باشن که نباشن، چه اونا که عمل کنن چه اونا که عمل نکنن. ولی شهید برای یک گروه خاص پیام میده، معلوم میشود این پیام کتبی نیست. شهید برای همه پیام نمیدد، که شهید به کسانی پیام میدد که هنوز به اون نرسیدن. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید این ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم این عدم ملکه است، یعنی اونها که راهی کوی شهادتن، در بین راهن، هنوز به اون نرسیدن، فقط به اونها پیام میده. اونها که تو منزله آرمیدن که لم یلحقوا بهم نیستن، اینا اصلا حرکت نکردن، شهید با اینا کاری ندارد، که برای اینها پیام نمیده. پس پیام شهید یه پیام تکوینی است، نه تدوینی، نه پیام روزنامه یا رادیویی، نه پیام وصیت‌نامه و مانند آن. اون اثر و خروش شوقی که در دلها پیدا می شود، پیام شهید است. و این پیام را هم به الذین لم یلحقوا بهم می دن. این الذین لم یلحقوا بهم عدم ملکه است. اون که راه افتاد و هنوز به مقصد نرسید، به اون می گوین لم یلحق. اما اونی که در منزل آرمیده است یا خوابیده است، می گن لم یتحرک، نه لم یلحق. شما اگر سه تا اتومبیل را فرض کردید، یکی سریع و سیر بود و به مقصد رسید، دیگری سیرش و سرعتش کمتر بود، در بین راه عموم و دارد حرکت میکند، سومی تو گاراژ پارک کرده است، به اولی میگوید به مقصد رسید، به دوم میگید هنوز تو راه است، هنوز نرسید،
اما درباره سومی که نمیگید هنوز نرسید، که میگید هنوز راه نیفتاد. شهید که به راه نیفتاد کاری ندارد، که پیام نمیداد. که اونا که راه افتادن، این شوق و آتشی که میبینن محصول پیام شهید است. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، به اونا که راه افتادن ولی هنوز نرسیدن، به اینها پیام میدن. این اثر تکوینی است. چطور ملائکه نسبت به افراد با استقامت پیام میدن؟ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اینا که گفتن رب ما الله است و استقامت کردن، ملائکه نازل میشوند، نه تنها در حال احتضار، نه تنها در برزخ، در دنیا هم نازل میشوند. یه خاطرات خوبی انسان پیدا میکند، میبیند دفعتا عوض شد، یا دفعتا راهش را تسریع کرد، خیال میکند اتفاقی است. یقول الاتفاق جاهل السبب. اون که سبب را نمیداند میگوید من بغتتن وضعم عوض شد. اما اون که میداند نظام علی است، هیچ چیزی بی سبب یافت نمیشود، به دنبال اون مسبب و سبب حرکت میکند. خدای سبحان فرمود اگر کسی گفت ربنا الله ثم استقامو، فرشته ها بر او نازل میشود. چه این که اگر کسی راه انحراف را طی کرد، شیاطین بر او نازل میشود. شیاطین نقش های سو به اونها میدهند. ان شیاطین لیوهون الی اولیاهم، درباره شیاطین هم فرمود اف اونا بیوکم الا من تنزلوا شیاطین تنزلوا الی کل افاکن اسین. یعنی این که میبینید نقش های سو و مکر های تازه در دل های عده پیدا میشود، این تأثیر شیطان است. مگر انسان منکر است که این نقش های امر وجودی است؟ مگر میشود انکار کرد که این نقشه ها سبب میخواهد؟ مگر خود به خود چیزی در ذهن انسان پیدا میشود؟ بالاخره یه مبدعی دارد. ممکن نیست که اتفاقا یک گیاهی از زمینی سبز بشود، و ممکن نیست یک گیاهی ثمر بدهد. بالاخره اگر ثمر هست و اگر روش گیاه هست، سبب میخواهد. صفحه نفس هم این چنین است. اگر خاطرات بد است که شیاطین القا میکنند، ان شیاطین لیهون الی اولیاه، یا افعون ابهکم الا من تنزل و شیاطین تنزل و الا کل افاکر هستی، و اگر خاطرات خوب است که فرشتگان نازل می کنن، الذین قال ربنا الله ثم استقامو تتنزل علیهم الملائکه، در اینجا هم فهمود شهید پیام می دهد، بشارت می دهد به کیها؟ به الذین لم یلحقوا بهم. این الذین لم یلحقوا بهم مشابه همون الذین قال ربنا الله ثم استقامو است. اون که راه افتاد و مقصد نرسید، در قلب اوی طمأنینه پیدا می شود. این به برکت خون شهید است، که این اثر نسبی شهید است به شهادت، و اون اولی اثر نفسی شهادت است و شهید. چرا دیگه؟ اونها هم دارن در این راه قدم برمی دارن، منتها بعضی ها چون اهل هجرتن و اهل جهاد در راه خدا هستن، یا در میدان جنگ شربت شهادت می نوشن، یا در پشت جبهه میمیرن. اینا که واقعا در راه خدا قدم برمیدارن، نه برای جلب عواطف مردم و امثال ذلک، یعنی خودش هم فریب ندهد، چون یک جان ابدی را میخواهد دریابد. اگر کسی واقعا لله و برای حفظ دین و قرآن و کیان اسلامی و نظام اسلامی حرکت بکند مثل رزمندگان عزیز ما، خواه در جبهه کشته بشود، خواه در راه تصادف کند، اجرش یکی. ممکنه ما در فقه نگیم این شهید است، اما اون بحثای کلامیش یکسان است. در سوره مبارکه حج فرمود که والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا. حالا اگر کسی رفت که با بیگانگان بجنگد و در بین راه تصادف کرد، این اجرش با خدا نیست؟ ممکنه ما اصطلاحا نگیم شهید، و حکم فقهیش هم این نباشد که بی غسل دفن بشود و نماز خونده بشود، اما حکم کلامیش یکیست. فرمود اگر کسی برای رضای خدا هجرت کرد، حالا یا کشته شد یا مرد، این رزق حسن دارد. والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا، این موت در مقابل قتل است، نه موت در مقابل حیات. این موت و قتل نحوه انتقال برزخ است. لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله له خیر الرازقین. بحثای کلامی شکسان است. بنابراین در سوره مبارکه آل عمران فرمود شما درباره اینها نپندارید که مردن، بلکه زندن، اند ربشون مرزوقن و فرحینن به ما آتاهم الله من فضله،
چون خدای سبحان فرمود شما اگر بخواید خوشحال بشید به فضل خدا خوشحال بشید. چیزی عامل فرح نیست. قل به فضل الله به ذالک فلیفرحوا، برای اینکه رحمت خدا خیر مما یجمعون. وگرنه چیزی غیر فضل خدا مصحح نشاط نیست. غیر فضل خدا هرچه هست آزمون است. فرمود نه با آمدن یه نعمت به مقام خوشحال بشید، نه با رفتنش نگران. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اونی که ما به شما میدیم به عنوان فضل نیست، به عنوان ابتلاست. اگر فضل خدا باشد جای نشاط است. اما ما چیزی رو به عنوان فضل در دنیا به کسی ندادیم که او خوشحال بشود. ما به عنوان امتحان دادیم. اگر از عهدش به در آمد توبه له به حسن و معاد، اگر نه که ویل یوم اذن للمکذبین. فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. در هر دو حال انسان باید مواظب باشد که از امتحان سرفراز بدراید. اما وقتی که امتحان را به پایان رسوند، اونگاه در حال احتضار خوشحال می شود. از اون به بعد دیگه دار ابتلا تمام شد، دار نشاط و سرور است. فرمود فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. این که یستبشرون مقام ثانی بحث است، یعنی اون اثر نسبی شهادت است، اون پیام است که شهید به دیگران میدهد، به راهیان کوی خودش پیام میدهد. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. شهید میگوید که به مقامی برسید که نه حزنی داشته باشید نه ترسی. میبینید حرف شهید همون حرف فرشته است. خب فرشته چی رو نازل می شود؟ چی می گوید؟ الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. ملائکه که نازل شدن چی میگن؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. حرف شهید و حرف فرشته یکی. شما می بینید در سوره مبارکه یاسین وقتی پیام شهید را نقل می کند، اون شهید سوره یاسین وقتی قصهش مطرح است می گوید یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. حرفش این است که ای کاش بازموندگان من می فهمیدن خدا با من چه کرد، ای کاش می فهمیدن که خدا با من چه کرد. نه تنها برای من نگران نبودن، برای خودشون نگران میشن که چرا به ما نرسیدن. و جعلنی من المکرمین. مکرمین در لسان قرآن کریم فرشتگانن دیگر. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول بهم به امرهم یعملون. در قرآن کریم وقتی که فرشته ها را معرفی میکند میگد مکرمن. ملائکه را عباد مکرم میداند. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول بهم به امرهم یعملون. در اینجا شهید سوره یاسین میگوید که و جعلنی من المکرمین. خب پس اگر کسی به این مقام از کرامت میرسد، حرف او هم حرف ملائکه است. خب ملائکه که حرف میزنن، حرفش این است که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. شهید هم که حرف میزنن، الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. پیام شهید این است که شما بر گذشته و آینده پا بگذاری. انسان تا در رهن تاریخ است رنج میبرد. وقتی از گرو تاریخ بیرون آمد به نشأه تجرد اندیشید، نه ماضی در او اثر می گذارد تا غمگینش کند، نه مستقبل در او اثر می گذارد تا حراسناکش کند. ماها که مبتلای به خوف و حزنیم، برای آن است که یک دست رو به گذشته چسبوندیم، یه دست هم به آینده. یعنی در تاریخ زندگی می کنیم، یعنی در سیر افقی زندگی می کنیم. لذا اون چرا که قبلا از دست دادیم الان غمگینیم که چرا از دست دادیم. و چیزی هم که در دست ماست چون آینده ممکن از دست ما گرفته شود خائف و حراسناکیم. معمولا خوف مال آینده است، حزن مال گذشته. این گذشته و آینده، این ماضی و مضارع مال انسان زمانی است. حالا اگه کسی رو ماضی و مضارع پا گذاشت، دیگه سخن از خوف و حزن نیست. نه چیزی را در گذشته از دست داد، نه چیزی را در آینده از دست میده. زیرا به چیزی دل بست که از دست رفتنی نیست و چیزی که از دست دادنیست روی او پا گذاشت. اگر یه انسان به اینجا برسد که خوف و حزنی ندارد. پس ملاحظه فرمودید حرف شهید با حرف فرشته یکیست. اون هم که فرشتگانن نازل میشون همین معنا را به انسان تلقین میکنن که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. درباره پیام شهدام همین است. انسان تا در رهن تاریخ است، تا در رهن زمان است به این پایگاه رفی نمیرسد.
یه وقت از یک کسی عکس و پوستر رو میبیند به شوق جبهه میفتد، این باید قبل از اینکه جبهه برود خود را ترفیع درجه بدهد، از این بالاتر بیندیشد. حالا اگر مفقود شد، نام او را اصلا نبردن، بداند که نام او برای ابد زنده است. این گونه از امور یه سلسله تشویقات اعتباری برای بازماندگان است، وگرنه شهید منزه تر از آن است که به این امور وهمی دل ببندد. او احیانا به دیگرانی که به این عکس پوستر سرگرمن به عنوان ترحم میگوید به دنبال صاحب عکس برید، این عکس چه نظری برای شما دارد. او یه روح برتر و بهتری دارد. انسانی که اصل را رها کرده به دنبال عکس میرود برای آنکه طعم اصل را نچشید، وگرنه اون که اصل را بیابد که به دنبال این امور اعتباری نیست. همون یا لیت قوم یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. پس وقتی شهید دهن باز میکند حرف میزند، دهن پاک است. شما از حرف طرف میفهمید او پاک است یا ناپاک. خدای سبحانه بر رسول شمود ولی تعرفن نهون فی لحن القوم. اگر کسی پشت دیوار حرف بزند ما میفهمیم زن یا مرد، خردسال است یا نوسال است یا جوان است یا کاهل است یا شیخ، اما نمیفهمیم منافق است یا مؤمن. اون که دلشناس است از لحن حرف میفهمد که این منافق است. خدای پیغمبر شمود از طرز حرف زدن اینا میفهمی که نه منافقه. ولی تعرفن نهون فی لحن القوم. اگر کسی اهل راه باشد از حرف میفهمد این گوینده از کجا خبر میدهد. حرف شهید بوی فرشته میدهد، حرف شهید بوی ملک میدهد. الله خوف علیهم و راهم یحزنون. دیگر سخن از نفت نیست، سخن از معدن سرب نیست، سخن از قرآن است. اگر سخن از قرآن بود همه معدن ها و منافع مادی و معنوی تأمین است. نگوییم برای نفت و قرآن، برای اسلام و کشور، نه، برای اسلام هو الاول و الاخر. همه این منابع و منافع تمام جزئیاتش زیر نظام اسلامی تأمین است. اینا فروعات هدف است، نه اصل هدف. اگر کسی فی سبیل الله قدم بردارد به مرحله فرشته میرسد. حرفهای اینا را که خدا نقل میکند یک رقم است، جای اینا را که نشون میدهد یک رقم است. والحمد لله رب العالمين.